و آرش رضاوند بازی میکنن به سرمربیگری آقای فرهاد مجیدی. شروع شد از همین ابتدای کار پرتابای بلند نادر محمدی که حسابی دردسر ساز شده این فصل برای سایر تیم‌های فوتبال کشورمون. نادر محمدی آماده میشه برای پرتاب توپ. تجمع بازیکن دو تیم درون محوطه جریمه استقلال. این بار کوتاه‌تر هست، ضربه سر اول رو میزنن مدافعان استقلال. حسین پورامینی صاحب توپ است، ارسال درون محوطه جریمه، ضربه سر رو به عقب و توپی که یه بار دیگه پرتاب بلند نادر محمدی. قطعا زیاد این پرتاب رو خواهیم دید امروز. ابراهیم صالحی صحبت میکنه و نادر محمدی که میاد تا توپو بلند بفرسته به درون محوطه جریمه استقلال. خود نادر محمدی توپش میاد به محوطه جریمه، یه لحظه در خروجش ناموفق بود. رشید مظاهری توپ به بیرون رفت تا از کنار دروازه بازی رو به جریان بندازه. محمد رشید مظاهری استفاده ای خواهند کرد شاگردان مهدی تارتار. پرتابای نادر محمدی مثل ضربه ایستگاهیه. تذکر حمید حاج ملک به بازیکن دو تیم. خود نادر محمدی بلند درون محوطه جریمه، یه ضربه سر و توپی که با اختلاف به بیرون رفت. سامان فلاح بود که ضربه سر رو زد. بیشترین استفاده رو از پرتاب‌های نادر محمدی امسال سامان فلاح داشته که دوتا گل زده از روی همین پرتاب. و حالا در جام اصلی همونا پیش هستن. واسم نادر محمدی میره تا پرتاب رو انجام بده. تجمع بازیکن دو تیم درون محوطه جریمه استقلال. ارسال بلند به تیر دو، یه ضربه سر باز هم از سامان فلاح. خیلی خوب هماهنگن نادر محمدی و سامان فلاح. اکثر توپاش میاد به تیر دو که با ضربات سر سامان فلاح همراه هست. بگو مگو هم دارم اونجا بازیکن استقلال بین فرشید اسماعیلی و محمد دانشیار. به هر حال نادر محمدی باید بازم پرتاب رو انجام بده. نادر محمدی بازم به تیر دو، این بار دیگه یه تیکه به بیرون رفتا. یه تشکرم بکنیم از مسئولین ورزشگاه شهدای شهر قدس که همه تلاششون رو انجام دادن تا این مسابقه حساس به بهترین شکل ممکن برگزار بشه. پیکان نگاه ها به نادر محمدی هست و محوطه جریمه استقلال. توپش تند و تیز رفت به حساب بلند رو داشته باشه. اوضاع احوال تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین رو هم ببینید. از اونجا این شکل پرتاب بلند میاد به محوطه جریمه و باز هم پیکان، باز هم نادر محمدی و باز هم پرتابای بلند میاد به محوطه جریمه. تو مشت میکنه یه لحظه رشید مظاهری.